وقوع حملات پیغمبر مراسم درگذشت عبدالعلی مزاری. در این حمله به شماری از افراد تلفات وارد شد. در اون زمان آوان در اطراف مصلی میخورد و سخنرانی خاتمه یافت. استاد محقق گفتند که شما میتونید که خود بکشن که اصل هدف خود مصلی را قرار گرفتن. واکنش ها در برابر حملات راکتی اخیر در کابل. محمد محقق میگوید این حمله را یا حکومت انجام داده است و یا هم ضعف حکومت است. اینا همه برمیگرده یا به ضعف دولت یا به هماهنگی و تبانی دولت با یک چون حلقاتی که در شرایط حساسی از اونا به حیث یک وسیله استفاده کنه علیه رقیبای سیاسی. و اقرار پاکستان در رابطه به استفاده از تروریسم. پرویز مشرف میگوید جیش محمد را به هدف حمله بر هند استفاده کردند. سلام، با خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. در حمله بر مراسم سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری به شماری از افراد تلفات وارد شد. بر این مراسم که در آن به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس اجرایی، شماری از سیاست مداران و برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده بودند، راکت های پیهم از یک منزل پرتاب گردید که اشتراک کنندگان را به ترک این نشست مجبور ساخت. وزارت داخله میگوید که در پیوند به این حملات یک تن را بازداشت کرده است. اصابت مرمی های پیهم هاوان در کابل نشست را برهم زد که شماری از سیاستمداران افغان در آن به مناسبت سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت گرده هم آمده بودند. پنج تن از یک ساختمان از منطقه قلعه ایاز بر نشست مرمی هاوان پرتاب می کردند که در آن شماری از سیاسیون به شمول حامد کرزی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی و برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گرده هم آمده بودند. نخست مرمی هاوان در فاصله دورتر از نشست پرتاب شد، اما بعداً بر مرحله نیز اصابت کرد که برای رهبران جهادی، مقامهای حکومتی و سیاستمداران پیشتاز اختصاص داده شده بود. همزمان با انفجارها چهره های سیاسی تلاش می کنند تا به مردم قناعت بدهند که مشکلی وجود ندارد، اما این نشست به دلیل انفجارهای پیهم برهم خورد. آرام باشند، انفجار در نقطه دور است. از پیپیس هم خواهش میکنم که مردم مزاحم نباشند، مردم در مجلس بشینند. از ساحه دور بوده بگیم؟ خب در یک ساحه دور یک انفجار صورت گرفته، اما حتما مردم بیگناه مورد هدف قرار گرفته. دوستا همگیتان به جایتان تشریف داشته باشین، حوادث در مناطق دور است، کلیتان در مجلس تشریف داشته باشین، پراگنده شدن شما خطر ایجاد میکنه. حمله کننده تلاش میکند تا راهی را هدف قرار بدهد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و مقامهای پیشین تلاش میکنند از آن راه خارج شوند. مرمی هاوان در نزدیکی موتر سیاستمداران اصابت میکند که در نتیجه آن 8 تن از محافظان حنیف اتمر زخمی میشوند. پس از گذشت لحظات اندک هزاران تن از اشتراک کنندگان نشست را ترک می کنند، اما حملات هنوز هم ادامه دارد. آنان که در این حملات زخمی شدند و به شفاخانه ها انتقال یافتند می گویند که مهاجمان تلاش می کردند تا راه بیرون رفت رهبران سیاسی را هدف قرار بدهند. رهبران ما را کرد کرد ما ممزی در خصوصی در رهبران همینجا وقتی حرکت کردی استاد دکتر عبدالله هم پشت سرم بود، استاد محقق هم. وقتی حرکت کردیم پاک اسکرام حرکت کرد در پالوی از بار دمی قد موترها رستیم اینجا گلی آوان آماد خورد دمی دیست از من، خیلی زخم کم بود، ورختا شدم. آوان در اطراف مصلی میخورد و سخنرانی خاتمه یافت. استاد محقق گفتن که شما میتونین که خود بکشن که اصل هدف خود مصلی را قرار گرفته. مسئولان شفاخانه استقلال میگویند که شماری از قربانیان این رویداد به این شفاخانه انتقال یافتند که تعدادشان به 20 تن میرسد و از زنان و کودکان نیز شامل آن هستند. امروز متاسفانه به تعداد 17 نفر مجروحین به شفاخانه استقلال انتقال داده شد که از این جمله 3 طفل است و یک خانم، و متاسفانه که یک شهید هم داریم.
در مجموع وضع عمومی مجروحین خوب است. در حمله بر مراسم سال روز کشته شدن مزاری در کابل، عبداللطیف پدرام و عبدالجبار تقوا والی پیشین کابل نیز زخمی شدند. این حمله بر مراسم سال روز کشته شدن مزاری در کابل در حالی است که اکثریت اعضای تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری در این مراسم اشتراک کرده بودند. در همین حال این حمله در داخل کشور با واکنش های جدی و گسترده روبرو شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت این حمله را سوال برانگیز می خواند و می گوید که این حمله یا در نتیجه ضعف حکومت انجام شده است و یا هم حکومت مستقیما در این حمله دست دارد. حامد کرزی این حمله را تقبیح کرده و آن را کار عناصر بیگانه و دشمنان وحدت ملی افغان ها خوانده است. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی این حمله را حمله بر تیم صلح و اعتدال خوانده، می گوید که این کار بدون حلقات مشخص و حکومت کارگروه های دیگر بوده نمیتواند. اما ارگ ریاست جمهوری این حمله را تقبیح کرده و آن را عمل تروریستی و خلاف ارزش های اسلامی خوانده است. حمله بر مراسم سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل که در آن شمار زیاد از سیاسیون افغان اشتراک کرده بودند با واکنش جدی رهبران سیاسی مواجه شده است. چند ساعت پس از این حمله برگزار کنندگان مراسم و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم در یک نشست خبری ظاهر شد و در پیوند به این حمله واکنش نشان داد. محقق این حمله را تروریستی و سوال برانگیز می خواند. چطور می تانه که اینطور حوادث در شهر کابل رخ بده؟ اون هم حادثه‌ای که اونا با اطمینان نیم ساعت هدف قرار بدن یک مجلس را. محمد محقق تاکید می کند که این حمله یا به دلیل ضعف حکومت رخ داده است و یا هم حکومت می خواهد تا از این گونه حملات بر ضد رقبای سیاسیش استفاده ابزاری کند. اینا همه برمی گرده یا به ضعف دولت یا به هماهنگی و توانی دولت با یک چنین حلقاتی که در شرایط حساسی از اونا به حیث یک وسیله استفاده کنه علیه رقیبای سیاسی. اظهارات آقای محقق مایه تأسف عمیق است و توهین به نیروی امنیتی و دفاعی کشور و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و توهین به مردم افغانستان است. هر هدایی را که آقای محقق داره مردم افغانستان انتظار ازیر دارن که امی جرأت اخلاقی را داشته باشند تا اسناد و ثبوت به مردم افغانستان ارائه کنند. هموطنان عزیز، همزمان با این حنیف اتمر نامزد تکت انتخاباتی صلح و اعتدال که 8 تن از محافظانش در این حمله زخمی شدند از حکومت می خواهد تا این حمله را توسط یک تیم بی‌طرف و مسلکی بررسی کند. سر حکومت صدا می کنم که حمله نابخشودنی باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیره. یک تیم مسلکی و بی‌طرف باید این را بررسی بکنه. باید پیدا کنیم که دشمن وطن چطور به طور اطلاعات دقیق دست یافت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با نشر خبرنامه یه گفته است که این حمله کار عناصر بیگانه و از سوی دشمنان وحدت ملی افغان ها صورت گرفته است. این حمله کار عناصر بیگانه و دشمنان وحدت ملی افغان ها است. ما مردم افغانستان بدون شک به صلح کارزوی تمام مردم افغانستان است می رسیم. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد یونس قانونی و شماری از چهره های سیاسی دیگر نیز در پیوند به این حمله واکنش نشان دادند. عطا محمد نور این حمله را یک توطئه از قبل پلان شده می خواند. این توطئه بر ضد تیم صلح و اعتدال و رهبران سیاسی بود. زمینه سازان این حمله کسان دیگر جز حلقات مشخص از داخل حکومت بودن نمی توانند. یک حادثه خطرناک بود، عملات هاونی و با دقت انتخاب شده بود، اما فضل خدا به خیر سپری شد و همه مجروحین شفای عاجل استدعا می کنم. در قرن در طول حازونه اهمیت دلود یا اهمیت داود چی دلتا اغا مطرح کندیدن فکر کم در اغا امده کندنو که یو کس دو کس کنوی را غری نور طول دلتا و در دی زوینه در مهم مغنده و بله خبر دلته دا چې هغه کسان چې مسکو غونډې ته ورغلي وو د سولې په باره کې ښه پرمختګونه کړي وو، هغه خلک دلته وو. بله مسله د ملي یووالي لپاره هم داسې یو غونډه وه چې
دسته محافل و سره باید زیاد احتیاط وشی. اما با این همه وزارت امور داخله میگوید که یک تن از طراحان این حمله را بازداشت کرده است و برای بازداشت عاملان دیگر آن نیز عملیات جریان دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید امیدوار است که گفتگوها میان حکومت و طالبان در چهارچوب مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. حامد کرزی که در مراسم 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری سخنرانی میکرد افزود که از تلاش های اخیر امریکا در بخش صلح جدا حمایت میکند و ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات سبب صلح دائمی و پایدار در کشور گردد. در همین حال شماره از سیاستمداران در این نشست بر تامین صلح قبل از برگزاری انتخابات تاکید می کنند، اما رئیس اجرایی می گوید که مسئول جنگ کسانی هستند که بر ادامه جنگ تاکید می کنند. در اینجا در مراسم یاد بود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت، شمار زیادی از سیاستمداران افغان به شمول حامد کرزی اشتراک کردند. حامد کرزی هنگام سخنانی در این مراسم بر صلح دائمی در کشور تاکید کرد و افزود که امیدوار است مذاکرات میان حکومت و طالبان مسلح در چارچوب مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. امیدوار هستیم که به زودترین فرصت در چوکات مذاکرات بین الافغانی بین تحریک اسلامی طالبا و حکومت افغانستان مذاکرات آغاز شود، تا ما مردم افغانستان از طریق این مذاکره و مذاکرات همه شمول که در تمام مردم افغانستان گوشه و کنار افغانستان هر فکر، هر ذهنیت و هر قشر اجتماعی افغانستان حضور داشته باشه، به صلح پایدار که آرزوی دیرین ملت افغانستان است برسیم. رئیس جمهور پیشین کشور همچنان میگوید که از تلاش های اخیر ایالات متحده در بخش صلح حمایت میکند، اما امیدوار است که از فرصت ایجاد شده در بخش صلح به گونه درست استفاده شود. حامد کرزی با ابراز امیدواری به نشست آینده بین الافغانی در قطر میگوید که این مذاکرات سبب تامین صلح دائمی در کشور خواهد شد. امیدوار هستیم که مذاکرات که در آینده در پیشروی داریم و در مملکت قطر در پایتخت دوحه‌شان برگزار میشه، با ترتیبات بسیار عالی و خوب همه مردم افغانستان از طریق نمایندگی درست و کامل به اونجا رفته باشیم و مذاکرات خود با طالبها به جای برسانیم که در اون صلح پایدار، صلح با عزت با افغانستان صاحب حاکمیت ملی، صاحب استقلال و رو به ترقی به پیش بره. از مذاکرات دولت ایالات متحده آمریکا و طالبان حمایت کرده، ولی اصرار میکنه که رای اصلی رسیدن به صلح مذاکرات همشمول بین الافغانی است. منظور ما از همشمول بودن مذاکرات همچنان تاکید بر اشتراک دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این مذاکرات است. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این نشست بر تامین صلح قبل از برگزاری انتخابات تاکید می کنند و می گویند تامین صلح قبل از انتخابات زمینه را برای انتخابات همشمول فراهم می سازد. اما رئیس اجرایی حکومت می گوید که از تلاش های صلح حمایت می کند، اما مسئولیت جنگ بر عهده آنانی است که بر ادامه جنگ تاکید دارند. ما آرزو داریم که اگر قبل از انتخابات صلح با طالبان صورت بگیرد، طالبان هم در انتخابات اشتراک کنند، در او صورت انشاءالله صلح صلح پایدار خواهد بود. امروز باز هم باور به این دارم که مسئولیت جنگ با عهده کسایی است که اصرار به ادامه جنگ دارند. زمینه مساعد شده برای گفتگو، آماده به گفتگوی فراگیر نیستند. تأکید حامد کرزی بر مذاکرات حکومت و طالبان مسلح در چارچوب مذاکرات بین افغانی در حالی است که طالبان مسلح به عوض مذاکرات با حکومت افغانستان با گفتگو با سیاستمداران افغان ترجیح می‌دهند. یگانه راه برای بیرون رفت از وضعیت جاری و بحران کنونی ایجاد حکومت موقت است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید که طالبان مسلح به جای گفتگو با حکومت با مذاکرات با سیاسیون افغان ترجیح میدهند. بنابراین لازم است تا برای ختم این بحران حکومت موقت ایجاد شود. آنان میگویند
در حالی که گفتگوهای صلح به مرحله حساس رسیده است، اما هنوز هم اجماع ملی و منطقوی در بخش صلح ایجاد نشده است. در حالی که در برابر ایجاد حکومت موقت از سوی حکومت واکنش نشان داده می شود، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید که یگانه راه بیرون رفت از وضعیت جاری و رسیدن به صلح ایجاد حکومت موقت است. در این انستیتوت شماری از اشتراک کنندگان نظریاتشان را در نشست در رابطه با صلح شریک ساختند و برخی از آنان پیشنهاد کردند که یگانه راه بیرون رفت از وضعیت جاری و رسیدن به صلح ایجاد اداره موقت است. حل پایدار بر افغانستان در دراز مدت حکومت باشه که ما قدرت را ایستا ایستا به طرف حاشیه ها روان بکنیم، اما در مقطع زمانی از اقل در اگر ما دو سه ماه را بسنجیم چون این چیز محتمل نیست. بالاخره راه حل چهارمی چی است؟ راه حل چهارمی توافق روی یک راهکار گذار یا انتقالی برای ادغام شورشی ها است که برای این حکومت موقت بکنه می شود. در همین حال اعضای این انستیتوت میگویند که در این مرحله حساس صلح با طالبان مسلح هنوز هم اجماع ملی و منطقوی در بخش صلح ایجاد نشده است. آنان میگویند که جناح‌های درگیر جنگ همه از جنگ خسته شدند. طرفین جنگ و خستگی طرفین جنگ، جناب آقای دین با اشاره کردن، ما باور ما است که بیشتر از اینکه طالبان از جنگ خسته باشند ظاهرا معلوم نشه یا شاید هم باطنا معلوم شه که پاکستانیا دیگه از جنگ بسیار خسته شدن. در همین حال موین پیشین سیاسی وزارت خارجه میگوید که حکومت افغانستان باید به عوض تخریب تلاش های اخیر صلح از این تلاش ها حمایت کند. پروسه صلح امروز یک پروسه یک چالش برای نظام است نه برای حکومت. بنابراین حکومت از تنگ نظری و از اینکه پاپ بگذره سینه رو به فراخ بسازه، همه را میتونه جمع کنه. حکومت کلانی کرده میتونه، اما تمام خواهی کرده نمیتونه. بنابراین او یک کار بکنم و اگر نمیتونه میره بنابراین کنار بره. تأکید بر ایجاد حکومت موقت برای بیرون رفت از بحران جاری و رسیدن به صلح در حال است که رئیس جمهور غنی روز گذشته باری دیگر با ایجاد حکومت موقت مخالفت نشان داد. رئیس جمهور غنی از طریق مستقل نشان دادن خود میخواهد مشروعیت قدرتش را ثابت کند. آگاهان امور با اشاره به اظهارات رئیس جمهور غنی در کنر که گویا وی سوار بر تانک های آمریکایی نیامده است، میگویند که حکومت وحدت ملی با مداخله آمریکا ایجاد شده است و اشرف غنی با وجود مخالفت مردم در روز نخست حکومتش قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا کرد. به گفته آگاهان سیاسی، رئیس جمهور غنی این اظهارات را در حال ابراز میکند که میخواهد خود را از تصادم با ایالات متحده نجات بدهد و برخی حلقات را متهم می کند که گویا تلاش می کنند تا رابطه وی را با امریکا خدشه‌دار بسازند. رئیس جمهور غنی که روز چهارشنبه به کنر سفر کرده بود بدون حضور رسانه ها و بزرگان قومی و مسئولان اداری این ولایت بار دیگر تاکید کرد که کرسی و قدرت را رها نمی کند. غنی در سخنرانیش گفت که از زمان احمد شاه بابا تا زمان حامد کرزی برای رسیدن به قدرت همه یکدیگر را به قتل رساندند، اما می افزاید که خودش یگانه کسی است که به اراده مردم به قدرت رسیده است. برخی از افراد این اظهارات رئیس جمهور را توهین به احمد شاه بابا بنیانگذار افغانستان و قدرتمندان گذشته می خوانند. لامت شا بابانا تر کرزی سه بوری پا چوکی پانده چه او نکر ارور ارور ملک پلار زوی ملک یاو بل سره ده تر زمن و منسی خو بیل غورت تربور وای اول وارد از تاریخ ده افغانستان که ده ولس پا اراده پانده زراغ زخو امریکای تانکونو پانده نیم راغل ما کم امریکایی بادیگارد درلوده؟ آگاهان مسائل حقوقی میگویند که رئیس جمهور غنی با این گونه اظهاراتش میخواهد تا کرسی و حکومتش را مشروع ثابت کند، در حالی که در روز نخست حکومتش قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا کرد و با آمریکایی‌ها اجازه عملیات شبانه و هوایی را داد که حکومت پیشین بر آن ممنوعیت وضع کرده بود. ولسمشر پتیرو تاکنو که ده خلقو طول رای پریخ خوده اغه وخت د شکایت کمیسون رئیسم زمون کمیسون ته اغه وخت راتک پری خو دا لړ د امریکای سفارت اول ته خپل مشروعیت وغوښت. راتون کې حکومت جوړه ټول امریکانو پورې مربوط ده، یعنی هغه د جانکيري لخواته نه جوړ شوی نظام ده. دا چې ولسمشر وای پټان نه راغلی رښتیا وای،
امادات د جنکری په وګور غلای د واقعیت ده په افغانستان کې شهر څوک راځي د سر از خطر تر پای پورې هر څوک راځي ز په دې باندې ډیر کې نه يم ځکه چې امریکا دلته موجوده ده امریکا نظر و د امریکا سره تاثیرات په موجود وي په دې سړی نشي کولای با باور آگاهان سیاسی رئیس جمهور غنی این اظهارات را در حال بیان می کند که وی تلاش می کند تا برای مسئولیت آیندهش خود را از تصادم با ایالات متحده نجات بدهد و برخی حلقات را متهم می کند که گویا تلاش می کند تا رابطه وی را با آمریکا خدشه‌دار بسازند. انتقادها بر اظهارات اشرف غنی در ولایت کنر در حالی است که بزرگان قومی و خبرنگاران این ولایت نیز انتقاد کردند که رئیس جمهور غنی بدون ملاقات با آنان دوباره به کابل برگشته است. رئیس جمهور غنی میگوید که انتخابات ریاست جمهوری در وقت معین آن برگزار می شود. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در دیدار با رؤسای جدید کمیسیون های انتخاباتی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در آن حضور داشت گفت که اداره حکومتی برای برگزاری انتخابات در وقت معین آن آمادگی کامل دارند و انتخابات باید در وقت معین آن برگزار شود. گفته می شود که رئیس جمهور از کمیشنران خواسته است که تا پایان ماه هود انتخابات ولسی جرگه را نهایی سازند تا قبل از برگزاری لوی جرگه زمینه برای افتتاح ولسی جرگه مساعد شود. در صورت افتتاح پارلمان جدید امکان آن وجود دارد که وکیلان پیشون کابل، غزنی و حوزه کوچی ها که نتایج آنان تا هنوز روشن نشده است تا برگزاری انتخابات مجدد به عضویت ولسی جرگه پذیرفته شوند. رانندگان موترهای باربری از یک هفته بدین سو در ولایت بلخ دست به اعتراض زدند. آنان میگویند که موترهای باربری در بندر حیرتان از چند ماه بدین سو متوقف است و اگر این سیستم نوبتی نشود به اعتراضهایشان ادامه میدهند. اما اتاقهای تجارت در ولایت بلخ میگوید برخی حلقات مافیایی در این ولایت تلاش میکنند تا روند تجارتی را در این ولایت به گروگان بگیرند. صدها تن از رانندگان وسایط باربری در بندر حیرتان خواهان نوبتی شدن سیستم انتقال اموال تجارتی هستند. رانندگان میگویند که هنوز هم اعتراض آنان در بندر حیرتان جریان دارد و این اعتراض را در واکنش به برخورد تبعیضی تاجران با رانندگان آغاز کردند. آنان میگویند که برای پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها حکومت و اداره‌های مربوط باید دست به کار شوند. مشکل در اینجا است که تاجر 18 روز است که امروز 18 روز است که بارش در پشت موترم است. هیچ جلب توجه نمیکنه که بار ما پایین کنه. این ظلم است. ما رنگ میخواهیم، عدالت میخواهیم، برادری میخواهیم، برابری میخواهیم. در همین حال شماری از تاجران این اعتراض رانندگان وسایط باربری را در شاهراه حیرتان مزار کار برخی حلقات مافیایی میخوانند. تاجران میگویند که بر اساس بازار آزاد تاجران حق دارند که اموال تجارتیشان را در وسایط دلخواهشان انتقال بدهند. تجارت در افغانستان مطابق پالیسی بازار آزاد استوار است که ترانسپورت هم از بخش های مهم اقتصاد می باشند. گناه هم باید از امی شامل یعنی پروتامی باشند که از امی پیروی بکنند. اما حرکتی که اینا انجام دادن کاملا خلاف قانون است. ایج نهاد و ایج تاجر و ایج کسی خلاف حرکت قانونی قرار گرفته نمیتونند. اما شما دقیقا ارزیابی بکنین حرکتشون خلاف قانون است، خلاف پالیسی بازار آزاد است. مسئولان اتاق تجارت بلخ میگویند که برخی از حلقات فرصت طلب تلاش میکنند تا امور تجارتی بلخ را به گروگان بگیرند. مدیر اجرایی اتاق تجارت بلخ میگوید که برخی از افراد با استفاده از نام رانندگان تلاش میکنند تا خواستهای غیر قانونیشان را بر تاجران بقبولانند. اضافه تر از یک هفته میشه که تاجرای ولایت بلخ، تاجرای که از طریق بندر حیرتان واردات دارند، توسط یک تعداد از استفاده جویا کسایی که به نام دریور میخوان سود ببرن، منفعت ببرن، خواستهای فراقانونی را پیش کردن، اینا میخوان راوند و نوبت بسازن در حیرتان که نه قانون است. اعتراض رانندگان وسایط باربری در بندر حیرتان در حال است که شکایت ها از مشکلات مشابه در برخی گمرکات دیگر افغانستان نیز وجود دارد. رئیس جمهور غنی بر اساس یک فرمان اسماعیل میاخیل را به حیث رئیس رادیو تلویزیون ملی تعیین کرد. رئیس جمهور در این فرمانش گفته است که این تقرری به هدف بهبود اداره رادیو تلویزیون ملی صورت گرفته است. اسماعیل میاخیل پیش از این با بخش
بی بی سی پشتو ایفای وظیفه می کرد. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان پذیرفت که پاکستان در گذشته از گروه جیش محمد برای استفاده بر هند استفاده می کرد. مشرف که در سال 1999 قبل از کودتا بر ضد حکومت نواز شریف به حیث لیدر سیاسی پاکستان ایفای وظیفه می کرد، در مصاحبه تازه گفته است که ISI یا اداره استخباراتی پاکستان حملات بر هند را سازماندهی می کرد. پرویز مشرف می گوید که هند هم از گروه های تروریستی برای حمله بر پاکستان استفاده می کرد و دوبار خودش نیز از چنین حملات جان سالم به در برده است. این اظهارات پرویز مشرف در حالی است که اخیراً رابط میان هند و پاکستان تیره شده است. و خبر اخیر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش غلام آمریکا نیست که برای خریداری سلاح از واشنگتن اجازه بگیرد. اردوغان در مصاحبه با تلویزیون 24 ترکیه با اشاره به هشدار واشنگتن مبنی بر خریداری سیستم دفاعی S-400 ترکیه از روسیه گفته است که این توافقنامه با روسیه نهایی شده است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست. انقره می خواهد تا سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 را از روسیه خریداری کند، اما واشنگتن می گوید که اگر ترکیه این کار را انجام بدهد بر انقره تحریم های را وضع خواهد کرد. سپاس از همراهیتون به خبرهای این ساعت. وقتتون خوش. خداوند نگهدارتون.